صفی الله صمیم فرمانده پیشین پلیس بغلان پیش از چاشت امروز پنجشنبه هنگام جان باخت که انفجاری در مراسم فاتحه خوانی نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان در مسجد نبوی در شهر فیض آباد این ولایت رخ داد. ساعات پس از این رویداد وزارت داخله با پخش توییت از جان باختن 11 تن و زخمی شدن بیش از 30 تن دیگر خبر داد. اگر انفجار صفی امروز شده بود در فاتحه خوانی مولوی صاحب نثار احمد معاون مقام ولایت دیگه ما اونجا رفته بودم بسا یک سر صدا و جنجال و مردم در یک وحشت دهشت بودند. از امارت اسلامی تقاضا مند هستیم که دیگر تامین امنیت هرچی جدی تر بگیره در شهر فیض آباد، چون در این روزا ما همشهری های خود از زیاد از دست میدیم. این انفجار با واکنش های داخلی و خارجی نیز روبرو شده است. یونما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین و وزارت خارجه ایران این انفجار را نکوهش کرده است. به گفته آنان انفجار در اماکن دینی خلاف آموزه های دین اسلام است و هیچ توجیه شرعی ندارد. در همین حال شماره از آگاهان مسائل نظامی میگویند که برخی از حلقات استخباراتی در تلاش مختل ساختن امنیت در کشور هستند و از امارات اسلامی میخواهند که در تامین امنیت مردم بیشتر تلاش کند. گرچه امنیت نسبی در افغانستان به وجود آمده، ولی در پالویز نگرانی های فراوان وجود دارد، چون از یک طرف مداخلات سازمان های استخباراتی کشورهای منطقه و جهان. باید در این راستا از ظرفیت های مسلکی در کشف و وقایع چنین واقعات دلخراش باید جلوگیری شود. این فرمانده پیشین امارت اسلامی در حال در انفجار امروز در مراسم فاتحه خوانی نثار احمد احمدی در بدخشان جان باخت که به روز سه شنبه نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان نیز در نتیجه یک حمله انتحاری همراه با رانندهش جان باختند و شش تن دیگر زخم برداشتند.